آقا یک حکومت ملی، یک کشور ملی اقلیت مذهبی مطرح نیست درش. یک یهودی ایرانی ایرانیه، یک زرتشتی ایرانی ایرانیه، یک بیدین ایرانی ایرانیه. تفکیک این کار معنی نداره. ملت ایران چرا از نظر دین تکه پاره میکنید؟ چرا چندگانگی در این وسط میندازید؟ حتی این حکومت کنونی میان خود مسلمانان شیعه و سنی درست کرده. آخوندی رو برای من ایمیل کردن، سراسر فحشش به سنی ها بود با بدترین و رکیکترین حرف ها. آقا این یعنی چندگانه انداختن و دو گروه کردن حتی در یک دین، آیا این خیانت نیست به یک ملت؟ اصلا ما معتقدیم در انتخابات هم اقلیت مسئله مطرح نیست. اگر در یک کشوری 5 تا متخصص امور اقتصادی یهودی باشن که از نظر اقتصادی بالاتر از همه فکر میکنن، بذارید هر 5 تا برن تو مجلس. جدا نکنید یهودی، جدا نکنید زرتشتی، جدا نکنید مسیحی، جدا نکنید بیدین ها، همه اینها رو باید دقت بکنید. به هر حال ما معتقدیم که دین هر کسی برای خودش محترمه و یک زرتشتی، یک مسیحی، یک بیدین، یک بهایی، یک هرچی میتوانه تا بالاترین مقام های کشوری و لشکری پیش بره برای اینکه ایرانیه. بعد در مورد جنس، رنگ، تیره های گوناگون، استان های گوناگون، هر ایرانی باید بی توجه به جنس و رنگ و تیره و غیره دارای حقوق اجتماعی و سیاسی یکسان با دیگران باشه، چه زن و چه مرد. در اینجا چون اعلام کردن که 4 دقیقه بیشتر وقت نمونده، سخن خودم رو باز تکرار می کنم و اون این است که حکومت قانون یعنی چیزی که درباره همگان باید یکسان اجرا شود و این کار رو در سرلوحه کار خود قرار دادیم. همیهنان نگاهی به نقشه جغرافیایی بکنید، به خصوص به خاورمیانه بنگرید، به خوبی میبینید که یک منطقه ایست بسیار خطرناک، بسیار پرآشوب، بسیار حساس و جالبتر این که کشور ما از بقیه کشورهای منطقه کارش حساس‌تره. این ملت اسیر یک گروه خدا ناشناس، قانون ناشناس و حق بشر ناشناس هستن. بنابراین بیایید از پاکستان تا اسرائیل و سواحل دریای مدیترانه رو نگاه کنید. در این پهنه پرآشوب و پهناور کشور ما جای حساسی رو داره. بیایید با هم دست به دست هم بدهیم با یک آرمان که سربلندی ایرانه، با یک قلب که به خاطر ایران میتپه، شانه به شانه یکدیگر، پشت به پشت یکدیگر، دست در دست یکدیگر بریم جلو و کشورمون رو، این کشتی متلاطم دریای طوفانی رو، به ساحل امن و آرامش برسانی. قبل از اینکه بیام اینجا با تیمسار و یکی دو تا از دوستان سخن میگفتم، صحبت این بود که خب ایران آدم وقتی بره خاطراتش زنده میشه. گفتم من تنها دلم میخواد پام رو بذارم بر خاک ایران و در همون موقع بمیرم. دست کم در آغوش خاک ایران خوابیدم.